سلام هموطنان بسیار زیاد عزیز، امیدوار هستم که صحتمند باشین و گل لبخند بر لبهایتان شکوفا باشد. در این ویدیو دوستان عزیز، آقای نور بعض مسائل را افشا کرد که چند روز پیش من سخنرانیش براتون نشر کردم. روی از او و بعضی چیزای پیچیده بود که میره براتون کاملا واضح تشریح میکنم که چرا این اتفاق بسیار زیاد خطرناک در افغانستان افتاد و دولت چرا جلوگیری نکرد. این را براتون میخوایم صحبت بکنم در موردش، اما پیش از شما این ویدیو را تماشا بکنین. کشورهای جهان درخواست همکاری برای کمک به آوردن صلح در افغانستان را نموده بود. اینک فرصت محقق شدن آن رویای تاریخی فراهم شده است. سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای دنیا از روند صلح افغانستان نه تنها حمایت قاطع نموده، بلکه زمینه گفتگوهای صلح را نیز مساعد نمودند. از این رهگذر از ملل متحد و ایره که شما میفهمین آقای خالد نور پسر عطا محمد نور است که نماینده جوانان، یعنی به نمایندگی از جوانان در مذاکرات صلح اشتراک کرده و اونجا گفتگو میکنه. شما دیدین این متنی که داشت میخواند از بیانیه پدرش بود که خدا میره 10 بار خوانده، 20 بار پیش خوانده بود، 100 بار خوانده بود، روی خوانی کرده بود. اما باز هم ایره تکمیل دوستای ما در شبکات اجتماعی دیدن که به چی وضعیت ایره میخوانه و اینی آدم از جوانا در مذاکرات نمایندگی میکنه. یعنی فکر کنین یک هویت جوانای ما را بر مردم نشان میده که یعنی یک جوان افغان آمده در مورد جوانای جا صحبت میکنه، اما به این شکل. یعنی من نمیفهم این مردم جوانای ما را چی فکر خواد کرد. بینی ما خواه پیش جهان بریده شد. یعنی به این معنا که حرفی برای گفتن نداره، صحبت کرده نمیتونه. مردم خواد گفت کل جوانای افغانستان اینی میرقم از دیگه کلش. اینه میرقم بی سواد، نافهم، بی عقل که گپ زدن خدایات نداره. واقعا جای افسوس است، در حالی که ما صدها جوان نخبر در افغانستان داریم بیکار میگردن، سیوی در دستش وظیفه نیست، بیکار میگردن و این حکومت فساد پیشه غمشان نمیخوره. اما به خاطر که این جوان پسر یک رهبر است، رفته آبروی کل جوان ها رو در اوجه برده رایست. این حال این به خاطرش این نشر کردم براتون دوستان عزیزم که شفه ایار شما عادت شمی فهمین یک آده مسخره ریشخند، یعنی می هر چی را گیری که ریشخند بزن مسخره، یعنی بحث علمی و منطقی بالاش نداره. ریشخندی عادتی عزیز، سر از ریشخند بزن، سر از ریشخند بزن. مردم هم چون این برنامه های کومیدی و میگپا را دوست داره میرن مشنون، خراب ساعتشان تیره میکنه. او بازی تو خوشحال است، میگه ویدیو های مثلا 30,000 یا 40,000 بیننده داره، یعنی دیگه من طرفدار دارم. و غافل از اینکه مردم به خاطر ریشخندی او را میبینن، یعنی میرن که ساتیری ساعتشان تیر شود. هر ویو یا هر بیننده به معنی از این نیست که او کلش طرفدار تو سال ویدیوهای ما مثلا تا 30,000 و 40,000 بازیت میگیره. این به این معنی نیست که کلی از او طرفدار ما باشن. اونا فقط میان میبینن و برداشت خود را میخوان داشته باشن از موضوع. او یک فکر دیگه دارن، به این معنی نیست که با ما هم نظر هستن و ضرور هم نیست که با امرای ما کلگی هم نظر باشن. ایناله سوال من از شفیع یاری است، اگر امی آقای نور پسر یک کس دیگه می بود که مطمئن هستم در گیری تو مفتاد و این رقم یک کار میکرد، یک بار دوبار هم که نیست، از 20 بار زیادی کار کرده، چی میکدی؟ میامدی قر 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 خنده، مسخره بازی، یا گمر پدر بی سوادش تعامل کرده، مالی بچیش آمده که مسخره بازی که کرش خندی بگو که مردم از سر کار بان که از سر مردم شیره بمان، همین کار میکرده نیم. این حال من منتظر هستم که در مورد ایدی چی گفتنی داری. بیا اگر مرد هستی واقعا میگه که من تحلیلگر هستم و بی‌طرفانه کار میکنم. بعض دوستان میگه خودت همیشه از صلح گپ میزنی، از همبستگی گپ میزنی، چرا امرای عیار جنگ داری؟ عیار یک منافق است. من خود نمیتونم به خاطر ازی که کلگی را به هم نزدیک بکنم باز دوزم بگم برو خیر تو دوزی کو مشکل نیست، به خاطر که تو امر از من خفه نشی یورو کلگی را. نه، منظور من است که از انسانهای مثبت یک جای شون و انسانهای مثبت کوشش کنن که منفی ها را اصلاح بکنن. حالا میگم من تحلیلگر هستم. اول بگیم تحلیل چی است کوتاه براتون بگویم.
تحلیل یک چیزی است که به واقعیت نزدیک باشه، یعنی یک برداشت، یک پیشبینی است که به واقعیت نزدیک باشه، درست است؟ و ای و شخصی را ما میتونیم تحلیلگر بگوییم که او وابسته هیچ گروه یا هیچ حزب نباشه، آنچه واقعیت است بر اساس از او تحلیل بکنه، درست است؟ همه گیره. اما شفیع یار میگه من تحلیلگر هستم. خب اگه تحلیلگر هستی باید تمام رهبرا را دربارش برنامه داشته باشی، نه؟ اگه تو مشهور نیستی، مزدور نیستی و برنامه هایت کلش سفارشی و فرمایشی نیست، بیا در مورد این صحبت بکن، بیا در باره آقای نور صحبت بکن. همین قسم که من از می اکثر کلش خوبش خوب میگم، بعدش بد میگم، به می شکل بیا پیش برو اگر واقعا تحلیلگر هستی. ای من منتظر برنامه تستم در مورد ازی ببینم که چون خوب سوژه است برای سوژه های رقمی دیگه خوراک توست. والا ببینم که در مورد ازی چی نظر داری، چون خیلی منتظر شدم ویدیو نساختی. میریم در مورد اصل هدف ما. شما یک گوشه از صحبت های آقای عطا محمد نور بشنوین. اطلاع برای ما آمد، اطلاع بسیار دقیق، 4 سال قبل یا سال اول حکومت وحدت ملی بود. با ما اطلاع رسید که با برنامه بسیار خطرناک منظم و مدون و ریخته شده جنگ های شدید به شمال افغانستان انتقال میشه. افراطی های خارجی، بنیادگراه های خارجی از وزیرستان شمالی انتقال میشه به شمال افغانستان. خوبی را شنیدین. ما با صحبت های آقای نور کاملا موافق هستم. حالا یک تعداد دوستا باز بیان که او روز بعدش هم میگرفتی، ما بارها گفتیم خوب خوب بد بد، پیش از او یپا نگردین، من کدام بندوازش هم نیستم، چیزی که واقعا سوره برتان میگم. ما با صحبت های آقای نور کاملا موافق هستم و ایره برتان من کاملا تشریح میکنم که چرا دولت از این جلوگیری نکرد. بعضی گروه های تروریستی، قسمی که رئیس امنیت ملی هم چند روز پیش افشا کرده بود که بالای 20 گروه تروریستی در افغانستان و گروه های افراطی فعالیت دارند. خب یک شما میشناسیم طالب، دیگه شما میشناسیم داعش، دیگه شما میشناسیم القاعده، اما بعضی گروه ها که هنوز نامش مشخص نشده همچنان در اینجا حضور دارند. دوستان عزیزم اینا کیا هستن؟ چند تاش براتون طور مثال نام میگیرم. گروه های افراطی و تروریستی که میخوان در ازبکستان اما نظامی که واد دوست دارن او را شکل بتن در افغانستان هستن. گروه های تروریستی و افراطی که میخوان در تاجیکستان همچنان امو فکر و مفکوری که واد داره ای را در تاجیکستان پیاده بسازن اونا هستن. زیاد گروه هایی که دمی چاردوبر کشورها شما میبینین هر کدامش گروه های تروریستی داره و گروه های افراطی داره که به نظام از کشور مشکل دارن. اینا آمدن خواستن که از افغانستان وارد از این خاک ها شوند یا وارد از این کشور ها شوند. سوال خلق میشه، قسمی که آقای نورم در مصاحبه کاملش، شما حتما دیدین، اگر ندیدین باز مصاحبه رو ببینین، کاملا تشریح کرد که آمدن خواستن از خاک افغانستان وارد از این کشور ها شوند چون مرز ضعیف است و از دیگه طرف ها که هستن مرز این کشور ها اوجه دیگه بسیار محکم است، نمیتونن وارد شوند چون در افغانستان اکشار به دروازه است، یا خواستن که از اینجا وارد شوند. آیا امنیت ملی یا شورای امنیت افغانستان آگاهی نداشت؟ بله داشت، کاملا داشت. حالا چرا از جلوگیری نکرد؟ فعلا در کندوز ولسوالی امام صاحب که ولسوالی است، مرز است بین تاجیکستان و افغانستان، لب دریای آمو، در اینجا کاملا گروه های افراطی که به ضد نظام تاجیکستان هستند وجود دارند. من تنها همیشه برتان مثال میتونم، همچنان ازبکستان اینجا حضور دارند. پیش از اینکه یاد اینجا برسن در حال حرکت بودن، میخواستن اونجا نفوذ پیدا بکنن، گسترش پیدا بکنن. دولت افغانستان آگاهی داشت، اگر میخواست دمو اسنا ایره میتونست خونسا بسازه، اما نکرد. چرا نکرد؟ دولت افغانستان همیشه مثل که عادتش است که از این کمک بگی، از این رو بگی، از این پیسیش بگی، از این حمایتش بگی، به این قسم عادت کردن. اینا عادت کردن یا پیش خود ای تو یک فکر داشتن که گویا اگر بالای ازبکستان از خاک افغانستان توریستان ازبکستانی حمله میکنن یا تاجیکستانی حمله میکنن به تاجیکستان، اینجا وقتی از ما سوال میشه که یا از خاک شما آمدن و ما برسی کشورها میگیم که برادر عزیز، ما خود ما مصروف جنگ داخلی استیم با طالبا، ما نمیتونیم او را جلوگیری بکنیم. متوجه هستین؟ به این دلیل یارا میخواستن اجازه بدن که وارد از خاک شوه و بعد از او از او کشورها کمک بخواید، بگه که خیلی شما به ما امکانات فراهم بکنین، سلاح بتین، مهمات بتین یا پول بتین که ما بتونیم این تروریست ها را ممانعت بکنیم که وارد
خاک شما شود. به این شکل میخواستن که یک تکنیک بزنه که به نفع از یاد تمام شود. اما غافل از این، در تمام ولایات مرزی با تاجیکستان و ازبکستان که میتونم براتون مثال داده استم همیشه، اینجا گروه طالبان حضور فعال و گسترده دارن. یعنی تمام این مناطق در اختیار گروه طالبان است. این وقتی گروه های افراطی اینجا رفتن، طالب ها جذب طالبا شدن. یعنی واضح تر بگویم، طالبا برش ایتو گفتن که بیاین امرای ما کمک کنین، امراهی کنین، کمک بکنین، بر ما رهنمایی بکنین، بم بسازین، واسکت بسازین، این همه را طراحی بکنین بر ما که ما پیروز جنگ در افغانستان شویم. بعد از اینکه ما افغانستان را فتح کردیم، به می شکل ما میایم شما را کمک میکنیم در اون کشورهایی که شما میخواین، مثلا تاجیکستان و ازبکستان، در اینجا ما بر شما نفر میتیم، کمکتون میکنیم که اونجا بجنگن. به این فکر شدن، اینال او گروه ها هم جذب طالب ها شده و طالب ها به این سبب قدرتمندتر شدن کنزره و اینال دولت باید در فرق خود زده بره که من چی اشتباه کردم در اینجا. اینا رو در جاهایی را دادن که اونجا حضور گسترده طالب ها بود، یعنی تحت تصرف طالب ها بودن و اینجا بود که دولت یک اشتباهی بسیار بزرگ کرد که اونا موفق شدن. اگر بالای کشور خودشان حمله کرده نتونستن، حداقل در اینجا چند روز پیش شما دیدین که چینی‌ها را از چینی‌ها را چیز کردن، بازداشت کردن. کسانی که بم می‌سازن، کسانی که بم می‌سازن و دولت چین همین را تایید کرده که بله اتفاق افتاده، افراد ما اونجا بازداشت شدن که برای استخبارات چین کار می‌کردن. بمای چسبکی بساز، واسکت انتحاری بساز، اینجینرها بودن. مکمل که در کابل شما در جریان هستین، بازداشت شد. آره، یک سوال دیگر هم که همیشه دوستا میپرسن، در حد تحلیل از براتون میگم، آیا طالب میتونه پیروز از جنگ شوه؟ یعنی با زور؟ نه، نه، خوشبختانه بدبختانه نمیتونه. هر قدر بکشه کسانی که در حکومت هستن اینا عقب نمیشینن. اگر طالب مکمل کابل در یک شبه با همراه بم روان کنه به آسمان، باز هم برای دولت فرق نمیکنه، نه جلویش گرفته میتونه و نه وار اجازه میده. متوجه هستین؟ این میره قم بدبختی جریان خواد داشت. بالاخره چون زور نداره طالب، زور نداره که مثلا با فشار با جنگ رو در رو، شما میبینید که در جنگ های رو در رو در بالای هر ولایت که حمله کردن نمیتونن او رو نگاه بکنن، ولایت سقوط میکنه، او هم بعد دو شب پس مگریزن میرن چون زورشان نمیرسه به دولت. دولت قوی است، اما یا شروع کردن به جنگ های چریکی مثل ترور، مین چسبکی، به این شکل از این طریق تونستن دولت ضربه بزنن، اما بیشتری نقص را در اینجا افراد ملکی کرده و ما امیدوار هستم که طالبا همچنان ایره بپذیرن که این کار به نفع از اونام نیست، به نفع ملت هم نیست، به نفع دولت هم نیست. یکگانه راهش هم ایست که اگر طالب میخواه که در افغانستان زندگی بکنه، حکومت بکنه، بیش از این مردم خشمگین نسازه. هر بم، هر انتحاری که میشه، مردم خشمگین میشه و در مقابل طالبا کینه میگیرن. حالا اگر طالب تصمیم ایره داره که دیگه زندگی بکنه، اینقدر مردم خشم میشه چطور میکنین شما بعد از سال؟ اگر واقعا تصمیم ایره دارن که در افغانستان زندگی بکنین و بیاین جذب از حکومت شوین یا حداقل خودتون یک حکومت داشته باشین، خشم مردم کجا میبرین؟ کلگیر عصبانی ساختین، به خونتون تشنه است. پس بیاین که از یک راه مسالمت آمیز بریم. ما خوبی ازم از این دولت امید نداریم، دیده رایستین که نه سرش معلوم است نه تایش معلوم است. حداقل شما که فکر میکنین صاحب اصلی افغانستان هستین، خودتان میگین، پس بیاین شما مردم رو نکشین، شما قتل نکنین. پس تشکر میکنم از همه شما عزیزان که این ویدیو رو تماشا کردین. نظریات خوبتان رو حتما هم رو مشارک بسازین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.